رأی ما در این انتخابات بلند است. نتایج البته کمیسیون های انتخابات اعلان میکنند، کمیسیون مستقل انتخابات، اما ما با رأی بلند آمدیم الحمدلله. عبدالله عبدالله میگوید برنده انتخابات افغانستان است. تیم اشرف غنی هشدار میدهد که باید قاعده بازی را رعایت کرد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم نشانه یک بحران دیگر در افق سیاسی افغانستان دیده میشود؟ در ادامه برنامه 60 دقیقه. تأکید ولیعهد عربستان بر اقدام دیپلماتیک برای مهار ایران. محمد بن سلمان میگوید اگر جامعه بین المللی اقدام نکند ممکن است ارز نفت مختل شود. ابهامات درباره دزدی ارزی و ریالی از خانه یک نماینده مجلس. تقی کبیری میگوید رقیبانش شایع پردازی کردند. تمام منطقه رو نفت گرفته. بیا نگاه قایق بکن زیر قایق. و گزارش های ضد و نقیض از آلودگی نفتی سواحل خارک. شرکت نفت میگوید مشکل حل شده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در افغانستان عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری میگوید که بیشترین رأی را کسب کرده، به اندازه‌ای که تکلیف نتیجه در همین دور اول به نفع او تمام است و دولت بعدی از تیم او تشکیل خواهد شد. البته آقای عبدالله گفته که منتظر اعلام نتیجه رسمی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات میماند. دیروز از امرالله صالح نامزد پیشنهادی اشرف غنی برای معاونت اول ریاست جمهوری نقل شده بود که اشرف غنی با کسب احتمالاً 60-70% آرای ریخته شده به صندوقا پیروز میدان است. او امروز حرفش را تصحیح کرد و گفت منتظر اعلام نتیجه میماند. کمیسیون انتخابات البته هنوز نتوانسته میزان مشارکت را روشن کند. با این وصف افغانستان به طرف یک بحران سیاسی دیگر در حرکت است. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از ضیا شهریار. دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله یکی از نامزدان این انتخابات ژست پیروزی به خود گرفته. او میگوید آرای بالا را به دست آورده و در آستانه برنده شدن است. ما در یکی دو روز گذشته مشغول بررسی نتایج بودیم از ولایت کشور و به این نتیجه رسیدیم که رأی بلند داریم الحمدلله. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده انشاءالله. عبدالله عبدالله همچنین مدعی شد که در انتخابات دو روز پیش به نفع رقیب او تقلب صورت گرفته و از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواست تا آرای پاک را از آرای ناپاک جدا کنند. آقای عبدالله اما تاکید کرد با وجود آرای تقلبی آراء تیم او همچنان نسبت به رقیبش بالاست. ساعت پس از اظهارات آقای عبدالله، امرالله صالح نامزد معاونت تیم انتخاباتی اشرف غنی در نشست خبری گفت آنها منتظر میمانند تا نتایج انتخابات را کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش گفته هیچ نامزد حق ندارد پیش از بررسی آرا و اعلام کمیسیون ادعای پیروزی کند. امروز همچنین مهلت ثبت شکایات در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به پایان رسید و این کمیسیون گفته تا حالا بیشتر از 2500 شکایت درج شده است. ضیا شهریار، بی بی سی، کابل. نورالرحمن اخلاقی، عضو ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرای تیم هوادار دکتر عبدالله عبدالله از کابل با ما. سعای اخلاقی، هنوز میزان دقیق مشارکت روشن نیست، با این حساب چطور آقای عبدالله ادعای پیروزی میکنه؟ سلام به شما. ما یک مرکزی خوبی داریم برای که آمار را جمع کنیم. ما حدود 48,000 ناظر مشمول 28,700 ناظر از آدرس استاد و یک مجموعه دیگر از آدرس احزاب که با ما مشترکن داشتیم برای که ما برگه نتایج را جمع کنیم و ما یک گروهی تحلیل آماری داریم و یک بخشی اعظم آرا را ما شمردیم و به این اساس است که رئیس تیم ثبات و همگرایی نشست خبری داشت. آقای اخلاقی، هنوز تعداد کل آرا
معلوم نیست. خود کمیسیون مستقل انتخابات که برگزار کننده هست هم هنوز ادعا نمی کنه که به همه آرا دسترسی داره. چطور با این وصف آقای عبدالله میگه در دور اول برنده است؟ در بحث تحلیل آماری شما میدونین که وقتی شما بر یک مجموعه از آرا دست میافین، شما میتونین که بقیه را در یک مرحله است که شما با یک احتمال صحبت میکنین، اما شما در یک مرحله دیگه میرسین که صورت تغییری تمام مراحل وقت مقایسه میکنین، میبینین که دیگه ناممکن میشه تغییرات در حدی بیاید که یک طرف. یعنی این ارزیابی آقای عبدالله تخمینیه؟ در یک بار دیگه تکرار میکنم، در مبحث تحلیل آمار که یک مبحثی خاص است، شما در یک مرحله تخمین است، اما شما در یک مرحله تخمین میگذارید. مثلا یک وقتی شما میگین که یک کسی رأیش شده مثلا 80%، یک کسی هست رأیش 30%، حالا این 20% باقی مانده کل آرا اگر به این 30% بیه، خب 50 میشه دیگه، بالا رفته نمیتونه. به این حساب شما متوجه میشین که مثلا دیگه ممکن نمیباشه که کسی در اون نقطه برسه. اگر کمیسیون انتخابات نتایج غیر از این رو اعلام کنه، آقای عبدالله یا تیم شما قبول میکنه؟ شما میدونین که کمیسیون مستقل انتخابات یک صلاحیت های قانونی داره، اما اون صلاحیت هاش مبتنی بر آرای واقعی مردم افغانستان است. این ممکنه در صورتی که مثلا ما 48,000 ناظر ما که از منابع 44,000 و چند صد ناظر ما که از منابع مختلف ریزلچیت ها را جمع کردن، اینا مثلا تمام ریزلچیت ها اینا درست نباشه که من فکر میکنم یک احتمال بسیار بعید است. 48,000 ناظر، لابد 48,000 برگه نتیجه به قول شما ریزالت شیت، به این زودی همه اینها از طرف تیم شما بررسی شده؟ ما بیشتر از 50% برگه ها را جمع آوری کردیم و احتمالا تا فردا پس فردا همشان جمع می شوند. وقتی که بیشتر این برگه ها جمع بندی شد، نتیجه تحلیل آماری ما با همون فرمولای موجودی که در این عرصه وجود داره یک چیزی نشان داد که به اساس او تانستن امروز در او کنفرانس مطبوعاتی موقف بگیرن. اگر اینطور باشه که نتیجه دلخواه آقای عبدالله نباشه، چه گزینه‌ای داره آقای عبدالله؟ بحث نتیجه دلخواه در انتخابات مطرح نیست، بحث نتیجه واقعی و نتیجه رأی مردم افغانستان مطرح است. درست. فرض میکنیم که دو حالت بیشتر نیست، یا اعلام میکنن که شما برنده هستید، یا اینکه اعلام میکنن که آقای عبدالله برنده این انتخابات نیست. اگر چنین باشه، با موضعی که امروز آقای عبدالله گرفتن، آیا میتونند بپذیرند که کمیسیون ایشون رو برنده اعلام نکنه؟ یک حالت سوم هم هست، این که شما برنده باشین و اعلان کنن که شما برنده نیستین. من فکر کنم در این وسط یک تفاوتی وجود داره. برای این آماری که تا حالا در دست ماست و محاسبه کردیم، وضع را به گونه نشان میده که امروز در گفته های رئیسی تیم ثبات و همگرایی روشن شد. خیلی خوب، اگر این حالت سوم رخ داد چه خواهد شد؟ خب این مکلفیت کمیسیون نیست که حالت سوم رخ بده. مکلفیت کمیسیون نیست که آنچه که در صندوق هست بیرون بیارش. منظور من این است که ما در صندوق به صورت واقعی افتیده، در بر اساس تجربه در افغانستان بارها دیدیم که نتیجه اعلام شده که یکی از طرفها گفته تقلب شده، همین حالت سومی هست که شما بهش اشاره کردید. در اون صورت تیم شما چه خواهد کرد؟ یعنی گزینه‌ای که پیش روی آقای عبدالله است چیه؟ این بار 2014 نیست. یک مکانیزمای بسیار خوبی برای شفافیت ترسیم شده و این مکانیزما میتونه تا آخرین رأی تقلبی را از سیستم بیرون کنه و محاسبه ای که ما اکنون داریم، آرایی که جمع شده در مرکز جمع آوری آرای ما، نشان میده که تیمی رقیب حتی با همو آرای تقلبیش هم که از پس یک سازماندهی گسترده صورت گرفته، نتیجه به دست نمیاره. خب آقای اخلاقی، این ادعای یک طرفه. در انتخابات گذشته گفته شد که اگر فرض بفرمایید آقای عبدالله حرفش
پذیرفته نشه، حرکت‌های مدنی یکی از گزینه‌هاست و در نهایت هم به یک مصالحه تن دادند. گزینه آقای عبدالله الان چیه؟ یعنی آقای عبدالله مشخصا میگه که اگر فرض بفرمایید به قول شما تقلبی صورت بگیره یا نتیجه غیر از اون چیزی که ایشون میگن از صندوق بیاد بیرون، چه خواهند کرد؟ در یک انتخابات شفاف و وقتی که نتیجه یک انتخابات معلوم است، دیگه فکر کنم که نه گزینه بحث مقاومت مدنی یا حرکت‌های مدنی مطرح میشه و نه گزینه مصالحه. این انتخابات من فکر میکنم وضعش روشن‌تر از آن چیزی است که ما به اون مرحله بریم. آقای عبدالله هم در قدرت سهیم بودند، کمتر یا بیشتر از 50% قدرت رو در خیلی از زمینه‌ها در اختیار خودشون داشتن، هم نامزد بودند. مشارکت پایینه، مسئولیت این مشارکت پایین بر عهده کیه؟ متاسفانه شما میدونین که اوضاع افغانستان یک اوضاع بسامانی نیست. به هر دلیلی کسانی هم که رفتن بالای صندوق رای دادن، در خیلی موارد اونها به قیمت جانشان رفتن. در مراکزی بود که انفجار شد، در مراکزی بود که حمله شد و این مستقیم برمیگرده به همی وضعیت ناهنجار افغانستان. و از طرف دیگه هم بحث ای که در دوره های مختلف بعد از اینکه مردم رایشان استفاده کردن، فکر میکنن که چندان نتیجه ای از رای به دست نیاوردن، ای هم تأثیر داشت. اما روی هم رفته با همه ای مشکلات، مردم افغانستان مسیرشان روشن کردن، نه گفتن در برابر ظلم، نه گفتن در برابر فشاری که بر اونا بود که بالای صندوق رای نروند، و همون رقم نه گفتن در برابر تقلب و آمدن با رایشان. با وجودی که سازماندهی شده بود تقلب و ما اسناد کافی در دست داریم، تقلبی گسترده و یک شب بعدش، یک شب قبلش، اما مردم با رأیشان آمدن با وجودی سطح اشتراک پایین، اما همون تقلب در برابرش ایستادن. میشه حرف از مردم افغانستان زد در حالی که جمعیت حدود 30 میلیون تخمین زده میشه و در این انتخابات حدود 2 میلیون و اندکی بیشتر از 2 میلیون بر اساس تخمین ها شرکت کردند؟ بله، برای اینکه این اشتراک نکردن به معنی مخالفت نبود. این اشتراک کردن برای این بود که بعضی شهروندان سرزمین تصور کردن اگر بالای صندوق برن جانشان از دست میتن و ترجیح دادن بالای صندوق نروان و بعضیا بیشتر ریسک کردن و رفتن بالای صندوق. این به معنای مخالفتشان با نفس رایدهی یا با نفس نامزدی افراد خاصی تلقی نمیشه. ممنونم از نور رحمان اخلاقی، از اعضای ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، از هواداران عبدالله عبدالله. و مورید پرتو، تحلیلگر مسائل نظامی امنیتی افغانستان از فلوریدا با ماست. آقای پرتو، ما حرفایی رو دیروز از قول آقای صالح شنیدیم، امرالله صالح، بعد امروز از قول آقای عبدالله، و البته آقای صالح هم کم و بیش حرفای خودشون رو تصحیح کردند، ولی آیا در حال دیدن صحنه هایی هستیم که مشابه سال 2014؟ بله، نخست سلام عرض می کنم خدمت شما و دستندرکاران محترم شما و برنامه بسیار خوبتان. ببینین، مشکل اساسی ای است که همان طوری که در گزارش شما ذکر شد، بعضی شکایات بسیار زیاد است در این انتخابات. شکی وجود نداره که یک انتخابات نسبتاً خوبتر از 2014 بود، خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کوشش زیادی کردن که امنیت تامین بکنن حداقل در شهرها. اما به نسبت مشکلاتی که بود، تهدیدهایی که موجود بود و همچنان تهدید طالبا که گفته بودن ما به هر شکلی که شو انتخابات نمیمانیم که دایر شوا و یا جلوگیری میکنیم از حضور مردم در این پروسه ملی، که همان طوری شد، متاسفانه میزان مشارکت مردم کمتر بود. اما این هم بعید نیست به جواب سوال شما که ما داخل یک فیز مشکلات عمیق سیاسی شویم، چون من فکر میکنم تنها نهادی که حق داوری بر برد و باخت از انتخابات داره همون کمیسیون مستقل انتخابات است. اما متاسفانه هر دو جناح طوری که دیده میشه همون به اصطلاح
اما احترام و احترام به او کمیسیون و به کارکرد او کمیسیون نخواهند داشت در آینده. اگر فرض کنیم یکی هم برنده اعلان شوه، شاید که جانب مقابل، تیم مقابل اون نتایج نپذیره و ما در انجام داخل یک مشکلات عمیق سیاسی شویم مانند 2014. آقای پرتو، فلسفه وجود انتخابات اینه که منازعه بر سر قدرت از راه مسالمت‌آمیز حل بشه. چرا در افغانستان این راه خودش بحرانزا میشه؟ دفعه سوم و چهارمه که چنین اتفاقی میفته. دقیقاً طور که شما گفتین، اما کلتور سیاسی، اما کلتور عالی سیاسی که در دموکراسی های قوی، در دموکراسی هایی که چند دوره انتخابات تجربه کردن، حداقل اما کلتور متاسفانه تا هنوز در افغانستان شکل نگرفته و مسئول از این هم همین دولت ها بوده. دولت گذشته برابری آقای کرزی و دولت وحدت ملی، اینا یک اراده قوی به خاطر اصلاح سازی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون انتخابات و همین نهاد استقلالیت نهاد انتخابات نداشتند. متاسفانه مردم هم بی باور شد در تقلبات گسترده که در گذشته صورت گرفت در انتخابات. به نسبت این مشکلات، اما کلتور عالی سیاسی که باید شکل می گرفت حداقل در این دور چهارم انتخابات است، یعنی دموکراسی افغانستان آن طور جوان هم نیست که گفته میشه، اما به نسبت همین مشکلات ها طوری که شما گفتین دقیقا این مشکلات موجود است. آقای پرتو، این انتخابات از جهتی میتونست یک همه پرسی یا یک رفراندوم هم تلقی بشه در مورد میزان محبوبیت طالبان یا میزان علاقمندی مردم برای مشارکت در روند سیاسی. آیا میشه گفت که طالبان از این نتیجه خوشحال خواهند بود؟ بله، در این شک نیست که طالبان توانستن از مشارکت گسترده مردم جلوگیری کنند. اما در این هم شک نیست که دولت و وحدت ملی نتوانست که همین فرصت مساعد بسازه، طوری که ما در انتخابات پارلمانی گذشته، سال گذشته داشتیم، حداقل در همون انتخابات شفافیت لازمه نداشت. یعنی هر دو جنا در اینجا مسئول است، هم طالب ها و هم دولت و وحدت ملی که متاسفانه اراده قوی به خاطر نظام مردم سالار در افغانستان موجود نبود از اوائل که دولت تشکیل شد. یعنی میشد کارخانگی هایی که باید در نظر گرفته میشد و کارهایی که دولت باید انجام میشد، اما کارها انجام نشد و ما در نتیجه یک انتخاباتی داشتیم که از گذشته بهتر بود، از گذشته، یعنی در اداره و منیجمنت هم. و چیز مهمی که ای بود که امی آرایی که توسط بایومتریک پذیرفته میشه، ای هم یک انکشاف بسیار خوب و مثبت است. اما طور که شما گفتین، مسئله بحث میزان مشارکت مردم از همو لجیتیمیسی و از تمامیت مردم سالاری و انتخابات در افغانستان متاسفانه میکاهه و هیر تحت شعاع قرار میده. بسیار ممنونم از مورید پرتو، تحلیلگر مسائل نظامی امنیتی افغانستان و پاکستان از فلوریدا در آمریکا با ما. در ایران فرمانده کل سپاه پاسداران گفته در گام دوم انقلاب باید رژیم اسرائیل از جغرافیا حذف شود. حسین سلامی گفته گام اول انقلاب فرصتی بود برای فراهم کردن ظرفیت از بین بردن رژیم اسرائیل. او اضافه کرده که ایران در حال حاضر می تواند عملیاتی در هر اندازه و با هر شدت و دقتی اجرا کند. او گفته نابودی اسرائیل دیگر نه یک آرمان و رؤیا بلکه هدفی دست یافتنی است. نخست وزیر عراق میگوید حملات اخیر به مواضع گروه هشت شبی کار اسرائیل بوده. عادل عبدالمهدی به شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفته نشانه های زیادی حاکی از آن است که هیچ کس در منطقه به غیر از اسرائیل به دنبال جنگ نیست. هشت شبی یا نیروهای بسیج مردمی عراق مهمترین گروه شبه نظامی نزدیک به ایران در آن کشور است. در ماه‌های اخیر حملاتی به پایگاه‌های این گروه صورت گرفته.
در ایران دادگاه تجدید نظر محکومیت شهناز اکملی را تایید کرد. او مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 است. خانم اکملی در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم شده بود. گفته شده که اتهام او فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان محاکمه یکی از منتقدان اصلی خود در کنگره به جرم خیانت شده. آدم شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان از جمله افراد کلیدی در تحقیقات اولیه دموکرات‌های کنگره برای امکان سنجی استیضاح آقای ترامپ است. آقای ترامپ میگوید آقای شیف در سخنانی که در کنگره از او به نقل کرده دروغ گفته. تلاش دموکرات‌ها برای بررسی امکان استیضاح آقای ترامپ بعد از آن شروع شد که یک مأمور اطلاعاتی ناشناس نگرانی خود را از مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین که در آن خواهان تحقیق درباره عملکرد تجاری پسر جو بایدن شده بود اعلام کرد. آقای ترامپ خواهان شناسایی و ملاقات با این فرد افشاگر شده، اما وکلای مأمور اطلاعاتی نگرانی خود را از امنیت جانی این مأمور اطلاعاتی که همچنان ناشناس است اعلام کردند. او حالا تحت حفاظت فدرال قرار گرفته. ولیعهد عربستان هشدار داده که اگر جامعه بین‌المللی در برابر ایران قاطعانه نایستد، عرضه نفت به بازارهای جهانی ممکن است مختل شود. محمد بن سلمان این را در پی حمله هوایی اخیر به تأسیسات نفتی کشورش گفته. حمله ای که او و قدرت‌های غربی ایران را مسئول آن می‌دانند، اما ایران می‌گوید کار حوثی‌های یمن بوده، چنان که خود حوثی‌ها ادعا می‌کنند. نایب بن سلمان گفته همه گزینه‌ها باید در برابر ایران در نظر گرفته شود، اما امیدوار است که از اقدام نظامی پرهیز شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. تصاویری تازه و کمتر دیده شده از حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان. حمله حساب شده و دقیق که ایران می‌گوید مسئولش نیست. حمله‌ای که شورای ملی مقاومت ایران از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گوید از پایگاه نظامی امیدیه در استان خوزستان صورت گرفته. فرمانش از سوی رهبر ایران بوده و مجری آن سپاه. هرچند هنوز سند و مدرکی برای اثبات این ادعا منتشر نشده. تصمیم این حمله در شورای عالی امنیت ملی ایران گرفته شده، نهادی که ریاستش رو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عهده داره. وزیر خارجه رژیم محمد جواد ظریف هم عضو ثابت شورای امنیت ملی ایران و در جلسات شرکت میکنه. تعدادی از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این جلسه شرکت کرده بودند. فرماندهی تاکتیکی این حملات به عهده سپاه بوده. همزمان ایران اقدامات نظامی شورشیان حوثی را دفاع از خود تعبیر می کند. ما هم معتقدیم تنها راه خروج آبرومندانه اونها از این مخمصه و این بحران پذیرش آتش بس، قطع حملات به غیر نظامیان و آغاز گفتگوها هست. فکر می کنی انگیزه استراتژیک ایران برای حمله به تأسیسات نفتی آرامکو چه بوده؟ من معتقدم حماقت. هیچ هدف استراتژیکی این کار رو توجیه نمی کنه. فقط یک احمق 5% عرضه نفت جهان رو هدف حمله قرار میده. اونها فقط ثابت کردن که احمقن، همین. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگه این یک اقدام جنگی از سوی ایران بوده. موافقی؟ بدون شک. بن سلمان در این مصاحبه با CBS هشدار می‌دهد که اگر دنیا به اقدامات ایران واکنش قاطع نشان ندهد، تبعاتش گریبان همه را خواهد گرفت. افزایش بیشتر تنش منافع جهان را به خطر می‌اندازد. عرضه نفت مختل می‌شود و قیمت نفت به اندازه غیر قابل تصوری بالا می‌رود، طوری که ما تا به حال شاهدش نبوده‌ایم. آقای بن سلمان میگوید امیدوار است مسئله از طریق گفتگو حل شود تا نیاز به گزینه نظامی نباشد، چرا که هر گونه تنش میتواند 30% عرضه نفت و گاز و 4% تولید ناخالص جهانی را به خطر بیاندازد. حملات به آرامکو باعث شد تا بیش از نیمی از تولید نفت خام عربستان از مدار تولید خارج و هزینه سنگینی به زیرساخت‌های صنعت انرژی این کشور وارد شود.
ولیعهد عربستان از ایران می‌خواهد پشتیبانی از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. اما مسئله ایران در مقابل می‌گوید ریاض باید به آتش بس در یمن پایبند باشد. بله، این خبر درستیه که پیغام‌های رو آورده بودن برای آقای روحانی که سران کشورها که از سوی عربستان این پیام بوده، ما باید علائمش رو کاملا ببینیم. اولین علامتش هم عدم حمله به یمن هست. آتش بسی که البته به شهادت این تصاویر شکسته شده، تصاویری که به نظر می رسد حوثی ها برای نمایش قدرت تهیه کردند و ریاض درباره آنها سکوت کرده. محمد بن سلمان آتش بس در یمن را گامی مثبت در راستای حل سیاسی بحران دانسته، اما به نظر می رسد تار و پود بحران یمن به روابط ایران با امریکا و عربستان تنیده. عربستان که مهمترین پشتیبان خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران بوده، حالا می‌خواهد مقام‌های ایرانی و امریکایی با هم دیدار کنند. اتفاقی که البته در نیویورک رخ نداد و تلاش‌های دیپلماتیک در این جهت ناکام ماند. بسیاری نگرانند که دور شدن از میز مذاکره شرایط را بدتر از گذشته کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی از نیوکاسل بریتانیا. مسائل آریان، از نظر نظامی بعد از حرفایی که سخنگوی وزارت دفاع عربستان زده، محمد بن سلمان زده، آمریکایی‌ها گفتن، حتی مجاهدین خلق اومدن اظهار نظر کردن، چقدر وضعیت روشن‌تر شده؟ وضعیت به هیچ وجه روشن نیست. کماکان تنش به جای خودش هست و امکان افزایش این تنش هم وجود داره. بیشتر منظورم این بود که از نظر نظامی همه سعی میکردن مقصر رو پیدا بکنن با دلائل و شواهد غیر قابل انکار. آیا این کار صورت گرفته؟ خیر، صورت نگرفته. در یک کلمه خیر، برای اینکه کماکان یعنی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در همون ساعت اول پس از حمله گفت که این کار ایرانه. عربستان هم همون رو تکرار میکنه، ولی برای نمونه بریتانیا، فرانسه و آلمان ایران رو مسئول دانستن، در حالی که اون دوتا کشور میگن که این حمله از ایران صورت گرفته. بنابراین در اینجا ضمن این که کشورهای اروپایی یک حمایتی نسبت به اونچه که اتفاق افتاده در ارتباط با اونچه که آمریکا گفته نشان دادن، ولی در عمل کاری صورت نگرفته. همینطور که میدونیم که پرزیدنت اوباما در اول کار گفت دستش رو ماشه است، ما خشابگذاری کردیم، بعدش گفت که ما این رو واگذار میکنیم به اونچه که عربستان به ما خواهد گفت. در واقع نمیخواد از طرف عربستان وارد عملیات نظامی علیه ایران بشه. آقای آریان، حمله به این گستردگی در منطقه بسیار تحت نظارت و کنترل شده، چرا پیدا کردن شواهد غیر قابل انکار اینقدر سخته؟ به خاطر اینکه به طور کامل نمیتونن ثابت بکنن که به چه صورتی هست، و اون کاری را که در واقع انجام میگیره، اگر این کار رو ایران انجام داده، جمهوری اسلامی هم انجام داده، این یک روشی هست که جمهوری اسلامی داره کاری رو اگر انجام داده میخواد که در واقع انکار، یعنی انکارپذیر باشه، بتونه بگه که واقعا من این کار رو انجام دادم، کما اینکه این همین اتفاق در لنگرگاه فجره و دریای عمان افتاد. ولی به طور کلی بیشتر کشورها مسئولیت رو از ناحیه ایران میدونن، چه از طرف حوثی ها انجام گرفته باشه و چه از طرف جمهوری اسلامی، یا اینکه ترکیبی از این دوتا طی یک عملیات هماهنگ شده. اگر عربستان میگه که ایران مسئول هست، چرا حرف از مقابله به مثل نمیزنه؟ برای اینکه عربستان خودش به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، در ضمن اینکه واقف هست
به آسیب پذیری تأسیسات نفتیش که طی این حمله نشان داده شده. به همین جهته که بن سلمان داره به دیگر کشورها به ویژه به آمریکا داره اینا رو خطاب قرار داده و میگه که اگه شما ندید و همینطور که عادل جبیر گفته اگر ایران تنبیه نشه این میتونه تکرار بشه، این میتونه 20% به هر حال نفت جهان رو که از تنگه هرمز میگذره این رو تأثیر قرار بده، تولید ناخالص ملی و حرفایی از این دست. یعنی خودش نمیتونه. ضعف عربستان به طور تام و تمام در یمن نشان داده شده طی 4 سال گذشته که بن سلمان این عملیات رو، عملیات طوفان قاطع رو شروع کرد و نتونست کار به جایی ببره. عربستان توانایی مقابله با ایران رو به طور تنهایی نداره و همین جهت دنبال این است که آمریکا قدم‌های بیشتری برداره و به عبارت دیگر به جای عربستان وارد میدان بشه. آقای ترامپ چند هفته پیش تصویری رو از مرکز فضایی امام خمینی و انفجار در اون مرکز منتشر کرد، تصویر بسیار دقیق و نزدیکی می اومد. این احتمال هم وجود داره که شواهدی در دست هست و عمدن اینها میخوان اون رو پنهان بکنن به خاطر اینکه شاید دوست نداشته باشند سطح تنش بالاتر بره؟ امکانش به باور من خیلی کمه. یعنی اگر مثلا برای نمونه آمریکایی‌ها چنین شواهدی دارن یا اینکه چنین ادعاهایی رو مجاهدین خلق کردند و گفتن که ما دقیقا میدونیم چه شد و از کجا، از کدوم پایگاه و 2 ماه پیش این تصمیم گرفته شد، خب اینها در سطح ادعا باقی میمونه. اگر این مجاهدین برای نمونه چون این اطلاعاتی داشتند و واقعا دقیق بود و به قول خودشون اطلاعات سری بود، خب اینا میتونن در اختیار آمریکایی‌ها بزنن. اگر آمریکایی‌ها شواهد متقنی داشته باشند، بعیده که نخوان در این مرحله این رو نکنن، برای اینکه به نفع آمریکاست و باعث خواهد شد که کشورهای بیشتری به طرف آمریکا متمایل بشن، موضع آمریکا قوی بشه و بتونه پرزیدنت ترامپ اگر تصمیم بگیره یک عملیات محدودی مثلا علیه ایران انجام بده، بتونه اون نگرانی ها و در واقع انتقاد ها و مخالفت هایی که در حوزه داخلی آمریکا علیه اختیارات پرزیدنت ترامپ برای وارد شدن به یک جنگ است بر این فائق بیاد. ممنونم از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی از نیوکاسل بریتانیا با ما. نماینده خوی در مجلس ایران سرقت 250,000 یورو و 400 میلیون تومان پول از خانه‌اش را تکذیب کرد. او مبلغ دقیق روبوده شده را اعلام نکرد و در پاسخ به سوال خبرنگاران سکوت کرده، ولی در شبکه‌های اجتماعی گفته که مقداری سند و مدرک و طلا و اندکی پول نقد از منزلش به سرقت رفته. تقیه کبیری گزارش‌ها درباره مقدار پول دزدیده شده از خانه‌اش را دروغ پردازی رقیبان سیاسی برای مقاصد انتخاباتی توصیف کرده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. جناب آقای سید تقی کبیری، نماینده محترم خوی و چایپاره. تقی کبیری امروز در مجلس ایران حاضر شد، اما به سوال خبرنگاران درباره میزان پول نقد روبوده شده از منزلش توضیحی نداد. رسانه‌ها در ایران می‌گویند مبلغ سرقت شده از خانه نماینده خوی 250 هزار یورو و 400 میلیون تومان پول نقد بوده. دقت بفرمایید، ما تا مجلس نهم. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم گفته مبلغ دزدیده شده 400 میلیون تومان و مقداری دلار بوده که معادل 2 تا 3 میلیارد تومان می‌شده. محمد جواد جمالی در توضیح این مبلغ به خبرگزاری ایسنا گفته 2 تا 3 میلیارد تومان در حد پول فروش یک آپارتمان 150 متری در منطقه 2 یا 3 تهران است. اما آقای کبیری در پاسخ به خبرهای منتشر شده درباره مقدار قابل توجهی پول از منزلش صحبتی نکرده. او تنها در صفحه اینستاگرام خود گفته که تعدادی سند و مدرک و مقداری طلا از منزل اجاره‌ایش دزدیده شده و این سرقت موضوع مهمی نیست. در صفحه اینستاگرام نماینده خوی در مجلس آمده که ردپای مخالفان سیاسی در این ماجرا دیده می شود و کسانی قصد دارند از این سرقت به عنوان فرصتی برای رقابت‌های انتخاباتی استفاده کنند. امروز مسئله معیشت مردم و رونق اقتصادی مردم در رأس مسائل جامعه ما هست، خصوصا
بحث اقتصاد مقاومتی. تقی کبیری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ایران است. او در دوران نمایندگیش بارها درباره نرخ ارز، گرانی، بازار آزاد و قیمت کالاها صحبت کرده. این سخنرانی معروف اوست از لزوم برخورد با آنچه اشرافیگری خوانده. دولت بایستی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و با اشرافیگری مبارزه کند و در این راستا بایستی خود پیش قدم تر باشد و امروز مردم ما را تبعیضها رنج می دهد. لذا بایستی مسئولین در تراز مردم زندگی کنند و خود را هم تراز با مردم در رفتار و معیشت تنظیم کنند. تقی کبیری اصولگرا و عضو فراکسیون ولایت است. او دکترای علوم قرآن و حدیث دارد. این هم تصویری است از نماینده خوی که به همراه دیگر نمایندگان منتقد توافق هسته‌ای پرچم آمریکا و متن برجام را در مجلس به آتش کشید. بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی از طرف آمریکا، آقای کبیری به همراه بعضی دیگر از نمایندگان با لباس سپاه در مجلس حاضر شد. امروز شاهد بودیم که دولت فاسد آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو آقای کبیری با ناصر محمد سیدی، این مرد در وسط عکس روابطی نزدیک دارد. آقای سیدی تاجر بزرگ اهل خوی و مدیرعامل شرکت تجاری سیماست که چند سال پیش به اتهام دور زدن تحریم‌های نفتی تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. خوشبختانه اخیراً سیاست‌های کلی انتخاب بحث سرقت از منزل تقی کبیری نماینده خوی در حالی مطرح شده که مدتی است مقام‌های مختلف درباره پول‌های کثیف صحبت می‌کنند و سخنگوی شورای نگهبان به تازگی گفته همه مسئولان در آستانه انتخابات بعدی مجلس نگران این پول‌ها هستند. مسئله‌ای که خود تقی کبیری هم پیش از آن به آن اشاره کرده و گفته بود باید اموال مسئولان از آغاز انقلاب بررسی شود و در صورتی که مالی به صورت نامشروع کسب شده به بیت المال بازگردانده شود. فرین عاصمی، بی بی سی. در ایران شرکت نفت فلات قاره میگوید یک خط لوله بستر خلیج فارس که نشت میکرد تعمیر شده و آلودگی نفتی ناشی از آن در مناطق ساحلی را پاکسازی کردند. هرچند بعضی از مسئولان محلی روایت متفاوتی از ماجرا دارند. سوانح نفتی در حوزه خلیج فارس اتفاق تازه‌ای نیست و برای محیط زیست منطقه عواقب زیانباری داشته. سیاوش اردلان در گزارشش میگوید چنین سوانحی در ایران زیاد اتفاق افتاده و خط لوله دردسرساز اخیراً قبلاً هم مشکل داشته. شرکت ملی نفت ایران اطمینان داده هیچ جای نگرانی بابت نشت نفت از یک خط لوله بزرگ در زیر آب‌های خلیج فارس وجود ندارد و گفته هم نشت نفت از لوله متوقف شده، هم آلودگی های آن توسط نیروهای بسیج شرکت پاکسازی شده. اطمینان خاطر شرکت نفت در حالی است که هیچ خبرنگار مستقل یا حتی غیر مستقل به منطقه نرفته و گفته های دیگر مسئولان حرف دیگری است. ظاهرا نشت نفت در تاریخ 22 شهریور اتفاق افتاد. بر روی خط لوله واقع در 4 کیلومتری جزیره خارک. مقامات استان بوشهر روز 4 مهر گفتند آلودگی نفتی کل سواحل خارک به ویژه سواحل شمالی آن را فرا گرفته. روز 7 مهر مسئولان محلی گناوه که در 38 کیلومتری جزیره خارک قرار دارد گفتند آلودگی نفتی به آنجا هم رسیده. با توجه به این خبرهاست که ادعای وزارت نفت درباره پاکسازی کامل آلودگی های نفتی قابل تایید نیست، نه فقط به خاطر خبرهای متناقضی که داده شده و نه فقط به خاطر اینکه هیچ خبرنگاری از منطقه بازدید نکرده، بلکه به این خاطر که منشأ آلودگی مورد نظر همواره مشکل داشته. این یک لوله 24 اینچی است و این ویدیو جوشکاری چنین لوله‌ای را نشان می‌دهد. ترمیم چنین لوله‌ای در زیر آب به مراتب سخت‌تر است و اگر خط لوله نفتی باشد، نشت آن می‌تواند آسیب‌های فراوانی به محیط زیست بزند. مخصوصا در جایی مثل خلیج فارس که به خاطر مرجان‌های دریاییش کم نظیر است، ولی به سرعت در حال از دست دادن این سرمایه طبیعی است. ترمیم خط لوله‌های نفتی در بستر خلیج فارس کاری مستمر و بسیار پرهزینه است. نگهداری اینا پرهزینه است، طوری که ما به یه شکلی حدوداً 30 میلیون دلار در واقع از خروج ارز جلوگیری شد. نشت اخیر نفت از لوله 24 اینچی بوده که نفت را از سکوی فراساحلی ابوذر با فاصله 76 کیلومتر به جزیره خارک می‌رساند. به غیر از نشت اخیر نفت در 22 شهریور، دست کم یک مورد دیگر نیز اوایل فروردین امسال رخ داد.
این بار در 15 کیلومتری جزیره خارک که به فاصله 3 هفته بعد از نشت خبر عملیات پاکسازی داده شد. مشکل با خط لوله 24 اینچی ابوذر به خارک در سالهای قبل نیز وجود داشته. در آبان ماه سال گذشته مسئولان شرکت نفت بدون صحبتی درباره آلودگی‌های احتمالی فقط خبر دادن که این خط لوله تعمیر شده است. دست کم 2 مورد آلودگی نفتی دیگر نامربوط به خط لوله نیز امسال گزارش شده. در مورد هفته شهریور منشأ آلودگی اعلام نشد. در مورد سانحه 16 شهریور گفته شد که هنگام پمپاژ نفت به داخل یک نفتکش مقدار نامعلومی نفت به بیرون سرریز شده. این اسکله شرکت نفت والف باز کرده، هرچی نفت خام رو آب گرفته، پرنده سی ماهی هم همه نابود شدن. مسئولان محیط زیست در مناطق نفتخیز ایران بیش از همه از پیامدهای زیان‌آور صنعت نفت صحبت کردند، از جمله آلودگی شدیدی که مثلا در جزیره خارک به دلیل مشعل‌های همیشه روشن و آلاینده وارد هوا می شود. 3-4-98 جزیره خارک بین به غیر از آسیب‌های زیست محیطی، هر آلودگی نفتی به ماهیگیران سنتی منطقه نیز خسارت‌های زیادی وارد می‌کند. بیا نگاه قایق بکن، زیر قایق یه لحظه ما اومدیم اینجا، تمام ادوات صیادیمون زیر نفت شده. سوانح نفتی در صنایع سوخت فسیلی دیگر کشورهای نفتخیز همواره یک عامل آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی بوده. مثلا اینجا در آمریکا که شرکت‌های بزرگ نفتی فجایع زیست محیطی عظیمی به بار آوردند. صنعت سوخت فسیلی به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای حرارت کره زمین را بالا می‌برد و باعث نوسانات شدید آب و هوایی می‌شود. و همین موضوع امکان بروز سوانح نفتی را بیشتر می‌کند. در مورد ایران، استهلاک تأسیسات نفتی به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌های آمریکا یک عامل مهم دیگر است. اما در بهترین حالت نیز آنچه طلای سیاه نامیده می‌شود، می‌تواند سرنوشتی سیاه را برای طبیعت و منابع طبیعی بشر رقم بزند. سیاوش اردلان، بی بی سی. گفتگوی در همین باره داریم با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست از تروندهایم نروژ. با ما آقای کرمی، چه اطلاعی دارید از وضعیت الان چطوره؟ خب توی گزارش شما اومده بود، متاسفانه هیچ ناظر مستقلی که از اونجا بتونه اطلاعات جدا از اطلاعیه‌های رسمی وزارت نفت بده وجود نداره. ببینید این از 22 شهریور شروع شده، یعنی بیش از 2 هفته پیش شروع شده، مرتب داشته منتشر می‌شده. فقط زمان اینو اعلام کردن از پریروز که دیگه آلودگی رسید به ساحل گناوه، یعنی چیزی حدود 300 کیلومتر رو در بر گرفت. وزارت نفت امروز گفته که ما تونستیم کاملا مهار بکنیم و تونستیم کاهت آلودگی رو هم کاملا جمع‌آوری بکنیم، اما منابع غیر رسمی میگن که اینجور نیست. وزارت نفت فقط تونسته که محل انتشار رو پیدا بکنه، در تلاش هست که حالا بتونه متوقف بکنه انتشار رو. میگن در جزیره دیگری هم این همین مشکل الان داره رخ میده، باز هم داره منتشر میشه. اما به هر حال نکته خوشبینی این است که وزارت نفت با اطمینان میگه که ما در راه، یعنی میگن ما مشکل رو حل کردیم، ما حداقل میدونیم که دیگه محل انتشار رو میدونن کجاست. 2 هفته بود که این نفت از یک لوله 24 اینچی مکرر داشت منتشر میشد و معلوم نبود اصلا از کجاست. بله، من امروز منابع محلی رو نگاه میکردم، گویا ماموران مشغول شستن ساحل و سنگهای ساحل بودن. شستن سنگهای ساحل پاکسازی به معنای واقعیه؟ خب فقط ساحل نیست، یعنی سطح دریا هست و عمدتا این بخش زیادیش رسوب میکنه، پایین میره. ببینید اونجا نظر محیط زیستی اتفاقا جای خیلی حساسه، یعنی 2500 گونه دریایی حائز اهمیت اونجا زندگی میکنه، 3 گونه لاک‌پشت دریایی حفاظت شده اونجا داره زندگی میکنه. خود جزیره خارک یک بافت مرجانی داره، یعنی جور میشه گفت موجود زنده است. بعد میایم این بر بندر گناوه هم همینجور روی تمام اینها تاثیر میذاره، کاری که در این حد که به اصطلاح سطح ساحل شسته بشه یا اینکه نفت رو روی سطح دریا میسوزونن، خب این کاری که باید انجام بشه برای اینکه آلودگی بیشتر گسترش پیدا نکنه. ولی قطعا هر گونه از این، هر نوع از این آلودگی ها تأثیر اکولوژیک و اون رو تأثیر خودش رو روی چشمنداز به جا میذاره. در گزارش سیاوش اشاره مختصری شد به وضعیت وزارت نفت و اینکه به هر حال تحت فشار به دلیل تحریم ها و غیر و ذالک کمبود سرمایه گذاری. امکانات وزارت نفت در مجموع برای مواجهه با این نوع پدیده ها در چه حده؟ بهترین امکاناتی که مثلا برای این جمع‌آوری آلودگی از سطح دریا داره به حساب فناوری اسکیمر مال وزارت نفت مال 10 سال قبله،
یعنی 10 سال فناوری های وزارت نفت به روز نشده. این یه بخش از مشکله. یک بخش دیگر مشکل این است که متاسفانه اون بخش HSE، اون بخشی که به اصطلاح محیط زیست زیر مجموعش است و اون آثار زیست محیطی به اصطلاح پروژه های نفتی رو باید کنترل بکنه، روز به روز توی وزارت نفت کوچکتر شده. الان یک درگیری کاملا دیگه مشخصی بین وزارت نفت و سازمان محیط زیست وجود داره. سازمان محیط زیست، سازمان وزارت نفت این امکانات مرتبط با این کنترل به اصطلاح آلایندگی های محیط زیستی رو به روز نکرده. همون که عرض کردم الان کلی تکنولوژی های جدید است. همین چرا نتونستن 2 هفته پیدا بکنن؟ چون باز امکانات وزارت نفت برای اینکه پایش زیر آب، امکانات به اصطلاح زیر آب هست، کافی نیست اصلا. آقای کرمی، فقط مربوط به جزیره خارک نیست، شما اشاره کردید که در جزیره دیگه هم هست، اونجا رفت آمد نفتکش ها هم خیلی زیاده. کلا خود آبهای خلیج فارس به نظر میاد که بسیار آلوده است با مسائل زیست محیطی گسترده. بله قطعا همینجوره. یعنی که یک الان ما محیط خلیج فارس اصطلاحا میگن یک محیط پرتنشیه، یعنی استرس موجودات آبزی اونجا استرس با استرس خیلی زیادی روبرو هستن. متاسفانه عمده این استرس هم از سمت ایران است. یعنی ما کل فاضلاب‌های شهری اونجا پیاده میشه، یک تاسیسات نفتی که کاملا فرسوده است، همین تاسیسات نفتی به اصطلاح جزیره خارد که مهمترین پایانه نفتی ایرانه، بسیار قدیمی و مستعمله. و عرض کردم یک نکته خطرناکی که وجود داره این است که اساسا وزارت نفت، شما اینو میتونید توی گزارش رسمی ببینید، همین الان سر همین ماجرایی که در این 2 هفته رخ داده، یک جور میشه گفت تنش شدید بین به الان مثلا معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست دستور اکید داده به مدیر کل استان بوشهر، مدیر کل محیط زیست در استان بوشهر، که از وزارت نفت شکایت بکنه و پیگیری بکنه. وزارت نفت حتی تو خیلی از پروژه راه نمیده این مسئولان محیط زیست رو بیان اونجا. اون قسمت جنوبی خلیج فارس هم مشکلات خودش رو داره دیگه، کارهایی که امارات میکنه و جزیره مصنوعی میسازه، ما هم داریم رقابت میکنیم میخوایم مثل اون بسازیم. اما به هر حال میگم یک محیط بسیار پرتنشیه، جایی که به هر حال زندگی میلیون ها بهش. ممنونم از ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست از چون تایم نروژ با ما. مقام های یونان میگویند انتقال پناهجویان از اردوگاه موریا در جزیره لسبوس را شروع کردند. تا کنون مرگ یک زن و یک کودک در آتش سوزی در این اردوگاه تایید شده. اردوگاهی که ظرفیتش 3000 نفر است ولی حدود 12000 پناهجو از کشورهای نظیر سوریه، ایران و افغانستان در آن زندگی میکنند. بهرنگ تاجدین گزارش میده. آتش سوزی کمپ موریا جزیره لسبوس، تمام کانکسا و چادرها دارن میسوزن. این خانه سیاه است. یک شنبه آتش به جان کانتینرهای کشتیرانی افتاد که اینجا خانه موقت پناهجویان شده. وقتی آتش نشانی رسید دیگر خیلی دیر شده بود. آتش نشانی از فاصله 20 متری 30 متری داشتن آتش رو خاموش می‌کردن. داشت فایده نداشت. آتش داشت همینجوری می‌رفت جلو، کانکتای دیگه آتش می‌گرفت که خود مهاجرا شیلنگ گرفتن ازشون، خود مهاجرا آتش رو خاموش کردن. حتی شیلنگ آتش نشانی مال همین کمپ بوده، یعنی شیلنگ خود ماشین آتش نشانی نبوده و علت این که ماشین آتش نشانی شیشه هاشو شکوندن، لاستیکشو ترکوندن همین بوده. 2 ساعت داره کانکت میسوزه اون داخل. با فروکش کردن آتش ظاهرا جسد یک نفر را از میان کانتینرهای سوخته بیرون می آورند. خشم پناهجویان بالا می گیرد. پلیس با گاز اشکاور به جنگشان می رود. غم سوختن خانه و مرگ همسایه کم بود، حالا باید از پلیس هم فرار کنند. بسیاری از آنها از سوریه، ایران، عراق و افغانستان به اینجا پناه آوردند. مردم دارن میمیرن. تو رو خدا بذارین مردم برن یه کشور دیگه. اگه برن مشکلی نیست و این اتفاقا نمیفته. ساکنان اردوگاه مدت هاست که از کمبود ظرفیت و امکانات موریا ناراضی اند. این اردوگاه در حال حاضر 12200 نفر رو اسکان داده، در صورتی که از نظر کمیساریای عالی پناهندگان ظرفیتش حدود 2300 نفره. در نتیجه ساکنانش تقریبا 6 برابر ظرفیتشن. این به امنیت و ایمنی پناهجویان ساکن اردوگاه ضربه میزنه.
سال 2015 تقریباً 1 میلیون نفر با عبور از این دریا یا مرزهای زمینی دیگر خود را از ترکیه به یونان رساندند. پس از توافق آنکارا با اتحادیه اروپا این روند کند شد، ولی در ماه‌های اخیر دوباره بالا گرفته. همان یک شنبه شب گارد ساحلی ده‌ها پناهجویی را که با قایق آمده بودند نجات داد. یکیشان این نوزاد 20 روزه بود که مادر اهل افغانستانش آورده بود. یک روز بعد از آتش سوزی، کابینه یونان در جلسه اضطراری تصمیم گرفت در یک سال آینده 10,000 نفر را به ترکیه برگرداند و برای کاهش ازدحام بعضی از ساکنان موریا را به اردوگاه‌های در خارج از جزیره منتقل کند. ظهر امروز قرار است 250 نفر موریا را به مقصد سرزمین اصلی یونان ترک کنند. برای آنهایی که قرعه رفتن به نامشان خورد، وداع کار آسانی نبود. دولت یونان گفته روی هم 40,000 نفر را از جزایری مثل لسبوس به سرزمین اصلی میبرد. آنهایی که مانده اند هر روز باید این را ببینند. همه ی چیزی که از خانه همسایه هایشان باقی مانده همین خرابه است. بهرنگ تاجدین، BBC. آرش همپای، پناهجو و فعال سیاسی از آتن با ماست. آقای همپای، شما با جزیره لسبوس در ارتباط هستید، وضعیت اونجا رو دنبال میکنید. بزرگترین مشکلی که در اونجا برای پناهجویان هست چیه؟ عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیزی که ما رو میبینن. یکی از بزرگترین مشکلی که توی کمپ موریا هست این هستش که خب متاسفانه توی کمپی پناهنده رو گذاشتن که خب اون کمپ ماکسیموم 3,000 نفر رو گنجایش داره، ولی خب متاسفانه 13,000 نفر رو توی موریا گنجوندن و خب این خودش باعث یه مشکل خیلی زیادی میشه، به خاطر اینکه شما تصور کنید یه کمپی که ظرفیت خدمات به 2,000 یا نهایتاً به 3,000 نفر رو داشته باشه، 13,000 نفر باید در اون کمپ زندگی کنن. دولت یونان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. میدونیم که اوضاع اقتصادی کشور خیلی خوب نبوده در سالهای گذشته. آنچه که الان اتفاق افتاده میتونه دلیلش این باشه که با تعداد زیادی از پناهجوها مواجه شده و ظرفیت پذیرش اونها رو نداره؟ ببینید، درسته که تعداد پناهجوها خیلی الان داره هر روز بیشتر میشه، ولی خب دولت یونان هم داره کمک‌های مالیش رو از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا داره دریافت میکنه و متأسفانه چیزی که اینجا کم دیده میشه و خلایی که اینجا هستش مدیریت مناسب هستش و نظم مناسب هستش و اون اراده‌ای که خب دیده نمیشه که در سیستمی که توی یونان هست. من این اراده رو نمی‌بینم که واقعا بخوان که سامان بدخشن و مخصوصا لسبوس. خب به هر حال لسبوس بحث یکی دو روز نیست، لسبوس سال هاستش که بالاخره پناهنده ها رفت آمد دارن و بحث یک سال دو سال نیستش و اینها نیومدن توی این چند دهه اخیر، نیومدن دو تا یا سه تا کمپ دیگه اونجا بسازن و یا نیومدن که بالاخره یه مدیریت بکنن که اگر مثلا 13,000 نفر 10,000 نفر اومدن و جزیره لسبوس بخوان اسکان پیدا کنن بتونن اونها رو اسکان بدن و این کمپ موریا نمیتونه گنجایش 13,000 نفر یا اگر فردا روزی اگر 1,000 نفر دیگه بخوان اضافه بشن گنجایش بیشتر از این رو داشته باشه. و چیزی که من میبینم و چیزی که من احساس کنم این نبود مدیریت مناسب هست از طرف سیستم یونان، از طرف دولت یونان. و افرادی هستن از پناهجویان که سالها در یونان سرگردان هستن، دلیل این که دیر رسیدگی چندانی نمیشه و خیلی طول میکشه چیه؟ خب همین عرض کردم بهتون، متاسفانه نظم و مدیریت در این سیستم یونان من نمیبینم و توی این چند سال هم ندیدم و نمیدونم حالا یا اراده‌ای درش نیست یا اینکه دارن یا اصلا جز برنامه هاشون هستش که نخوان که ساماندهی مناسبی انجام بدن یا بخوان پروپاگاندا بکنن، ولی تعداد پناهنده درست که داره هر روز داره بیشتر میشه، تعدادش انقدر نیستش که نتونن این رو مدیریتش بکنن و نتونن اینو سازماندهیش بکنن. و یه چیز دیگه هم هستش، این هستش که متاسفانه اینها یک برنامه منسجم و منظمی رو ندارن و برنامه‌ای که برای پناهنده در جزیره هست به صورت کلی با بچه پناهندهی که وارد آتن میشن در وهله اول کلی با همدیگه متفاوت هستش که اگر بخواین حالا من میتونم اینا یه توضیح بدم. مثلا
شما به عنوان پناهنده اگر در وهله اول وارد جزیره ها بشین، شما از همون ماه اول وارد سیستم میشین، اوزواس میگیریم و رجستر میشین و حقوق ماهیتون میگیرید، ولی خب در عوض شما باید توی کمپ موریای زندگی کنید که 13000 نفر باید توی یک لاین صف غذا باشن، 13000 نفر باید مثلا 4 تا دکتر داشته باشن و خیلی از مصائب دیگه هستش. و اینور داستان هم که وارد آتن اگرم بخوام بشن، اینها باید ماه‌ها صبر کنن به خاطر اینکه آتن ثبت نام نمی‌کنه از همون ماه اول. شما باید یک سیستم اسکایپ طرف خواهید بود و اون سیستم اسکایپ شما رو از همون ماه اول ثبت نام نمی‌کنه. خیلی ها هستن که ماه‌ها هستش که ثبت نام نتونستن بشن با تمام وجودی که خواستن و تلاش کردن و بی خانمان شدن. و عده زیادی از مردم به خاطر اینکه زندگی بهتری داشته باشن، امنیت جانی داشته باشن، کشورهای خودشون رو در ایران، سوریه، افغانستان ترک کردن. اونجا احساس پشیمانی هم دیده میشه به این معنا که فکر کنن بگن که خب شاید این همه مخاطره نمیارزیده؟ بله خیلی. من باور کنید از تعداد بیشتر از پناهندهایی که حتی اونهایی که خب مدعی هستن که توی ایران جانشون در خطر بوده و امنیتی بوده قضیهشون، ولی خب اینجا به حدی تحقیری میشن و به حدی به فلاکت میفتن که خودشون میگن که ما غلط کردیم، ما اصلا حاضر هستیم برگردیم به ایران و اعدام بشیم، زندانی بشیم و شکنجه بشیم، ولی این حالت تحقیرآمیز رو ما مجبور نشیم که حالا بخوایم بپذیریم به خاطر اینکه یه حالت گروگانگیری هم هستش که توی یونان، یعنی دولت یونان نمیتونه سر و سامان بده یا اینکه نمیخواست سر و سامان بده و نه اجازه میده که پناهنده مقصد سوم داشته باشن. و خیلی از پناهنده برای من دیدم که پشیمون شدن و خیلی هاشون هم رفتن دیپورت کردن خودشون رو، حتی با وجودی که احساس میکردن که اگه برگردن تورشون به خطر میفته، این خطر رو به جون خریدن، ولی دیگه حاضر نتونستن که اینجا بمونن به خاطر تمام شرایط غیر انسانی و تمام فجایعی که داره اینجا اتفاق میفته و رفتارهایی که از طرف سیستم و از طرف یک سری فاشیست اتفاق میفته و تمام دلایلی که خب خودتون دیگه در مورد موریا و لسبوس دیگه مطمئنا میدونید. ممنونم از آرش همپای، پناهجو و فعال سیاسی از آتن با ما، و ممنون از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما باشه.